سلام دوستان، با آموزش کاربردی نرم افزار مایکروسافت اکسل در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل در مورد جداول با هم صحبت کرده بودیم و استفاده اونها در اکسل. خب در این جلسه میخواییم وارد فرمول نویسی بشیم. از اونجایی که نوشتن فرمول یکی از امکانات اصلی و قدرتمند اکسل هستش و خب نیاز به یک سری مفاهیم پایه‌ای داره، من سعی کردم که از ابتدا شروع کنم این فرمول نوشتن رو بهتون بگم. و خب اگر خیلی مباحث در ابتدا پایه‌ای بودش و حوصله‌تون رو سر برد، معذرت میخوام، ولی خب نیاز هست اون دوستانی که اطلاعات کافی توی فرمول نوشتن رو ندارن یه مقدمه و پایه‌ای رو از اون داشته باشن. خب فرمول نوشتن توی اکسل پایش ریاضیه و تو اون قسمت از ریاضی هم اصلش هست که توابع رو طرف یاد گرفته و شناخته. ما هممون توی دوره دبیرستان با تابع و توابع آشنا شدیم و با اونا کار کردیم و خب اینجا هم وقتی که میخوایم تجزیه تحلیل بکنیم، ما در حقیقت داریم تابه ها رو استفاده میکنیم و مینویسیم. خب یه مروری داشته باشیم بر توابه و تابه ها. همونطور که میدونیم تابه چیزی هستش که یک متغیری هستش که وابسته است به موارد دیگر، متغیرهای دیگر، عدد ثابت دیگر یا تابه دیگر. خب یک تابه فقط یک خروجی داره ولی میتونه چندین تا ورودی داشته باشه. به طور مثال اینجا ما انواع تابه ها رو میبینیم، کامل نیست، فقط یه سری ها رو سلکت کردم و آوردم. ما اینجا یه تابه رو داریم که گفته fx مساویه با 5 به اضافه 2 ضرب در 3. اینجا یه fx ما که یک تابه هستش که حالا میتونیم بگیم y یا هر چیز دیگری، مساوی یک عدد ثابت میشه و خب تغییر نمیکنه، این عدد ثابت همیشه ثابته، بنابراین تابع ما هم یک عدد ثابت میشه. توی اکسل اگر بخوایم صحبت کنیم، من یک دونه از این سلول هام خب هم میتونه مفهومی از تابع رو داشته باشه که بگه تابعی هست از متغیرهای دیگر، یا هم مفهوم x رو داشته باشه که بگیم این سلول من یک متغیر مستقل هستش که سلول دیگر به این وابسته هست. خب پس من میتونم بگم که این سلول من وابسته است به مثلا 2 ضرب 5 ضرب 2 ضرب 3. خب و بگم که یه چنین ویژگی رو داره. اما اگه من اینو همینطوری خالی بنویسم، اکسل متوجه نمیشه که این سلولی که تعریف کردم تابعی هست از چیزی که نوشتم. به خاطر همین باید اول مساوی رو قرار بدم، بگم این سلول مساوی است با این چنین چیزی، و وقتی که اینتر رو بکنم اون وقت متوجه میشه. حالا وقتی که اینتر رو میزنم همه رو اینجا قرار میده به خاطر ویژگی تیبل. خب پس متوجه شدین که یک تابع یعنی متغیری که وابسته هست به یک سری از متغیرهای مستقل. پس تابع وابسته است، اینها مستقل هستند. خب پس یک نوع گفتیم هم که میتونه وابسته باشه به اعداد ثابت، یک نوع هستش که میتونه وابسته باشه به یک متغیر مستقل دیگر، یعنی fx من که حالا y یا هر سلول من وابسته باشه به چیز دیگه. به طور مثال اینجا به جای اینکه 5 مثلا باشه بهش بگیم x باشه. اینجا x یعنی چی؟ یعنی یک سلول دیگر، به طور مثال این نام خانوادگی. خب من الان توی جدول دارم می نویسم، یکی از ویژگی جدول گفتیم که من میتونم وقتی که از یه سلول استفاده می کنم اون رو بر اساس هدر رو شناسایی می کنه که اینجا هدرش نام خانوادگی. اگر این ادساین وجود داشته باشه یعنی هر یک از این سلول های اون. خب اگر این ادساین وجود نداشته باشه یعنی کل اون ستون. خب حالا چون من اینجا میخوام راحت تر کار بکنم با توابع، اینو پاک میکنم. به جای اینکه اینو انتخاب بکنم که نام خانوادگی باشه،
همون سلول خودم می نویسم که C4 هستش. خب پس من الان تعریف کردم که سلول ایدو من، خب این سلول تابعی هست از سلول 4 C4، ضرب داره 2 ضرب داره 3. حالا این ضربم جمع می کنم که C4 به اضافه 2 ضرب داره 3 هستش. خب و اینتر میکنم و وقتی که اینتر بکنم همه رو عوض میکنم و وقتی که حالا من اینجا صفر میذارم، این چون خالی بود همون صفر رو میشناسه و اگر یک بشناسم یه دونه بهش اضافه میکنه و توجه کنید اینجا که چون خالی هستش دیگه اینا رو تغییر نداده دیگه و این حالا بر اساس جدول همه رو آورده بود. خب من میتونم اینجا 10 بذارم دیگه، هر عددی که وارد متغیر مستقل خودم بکنم متغیر وابسته من بر اون اساس تغییر میکنه. حالت دیگه این هستش که من فقط یک دونه متغیر مستقل نداشته باشم، چند تا متغیر مستقل داشته باشم مثل اینجا. خب پس میام تعریف میکنم که سلول ایدو من متغیری هست وابسته به متغیرهای وابسته مستقلی به نام C4 و خب به اضافه B2 که بذاریم تایپ کنم اینجا چون جدول هست، B2 به اضافه به طور مثال A2 ضرب داره حالا 2 ضرب داره 3. خب من اینجا الان تعریف کردم که سلول E2 من خب مساوی است با تابعی است از C4 B2 و A2 و اگر من هر کدوم از اینا رو تغییر توش اعمال بکنم این نیز تغییر میکنم. خب علت این که این تغییر نکرد چی میتونه باشه؟ این B4ه. بذاریم من اینو از فیلتر در بیارم، متاسفم چون فیلتر کرده بودم. خب اینجا C4 نه B4 و A4 باشه. ببخشید که این اشتباه رخ دادش، بخاطر فیلتر بودم بود من متوجه نشدم که این C4 و B4 و A4 هستش. خب پس من اینجا تعریف کردم که سلول E4 من متغیری هست از C4 B4 و A4 و اگر من هر کدوم از اینا رو تغییر بدم این عدد هم تغییر میکنه چون تابعی هست از اینها. خب من گفتم که حالا اینجا با هم دیدیم که میتونه این دوتا شبیه هم هست، حالا دوتا متغیر وابسته داشته باشه. حالت بعدی حالتی هستش که من تعریف بکنم که خب این سلول من تابعی هست از یک تابع دیگر به اضافه یک تابع دیگر، حالا بذاریم یه تابع دیگر بذاریم یه مثلا خود ایکس، بگیم این تابع من تابعی هست از تابع دیگر به اضافه متغیر مستقلی دیگر. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه من بیام اینجا به جای اینکه این رو خب یک دونه متغیر مستقل تعریف کنم بگم خود این یک تابع است، به طور مثال تابع سام. خب سام جمع هستش، یک تابع هست از مجموع این دوتا بالایی. خب بعد یا اصلا از مجموعه خود آره این دوتا بالای خود. خب پس الان من تعریف کردم که سلول E4 من مساوی است با یک تابع جمعی از B2 تا B3. خب با دو نقطه تعریف کردم B2 تا B3 رو به اضافه B4 و A4. حالا اگر من تو B2 هم تغییر اعمال کنم این عدد من هم تغییر میکنه، درسته؟ خب حالت بعدی چجوریه که من بگم که حالا کلن این سلول من تابع هست از دو تابع دیگر و خب وقتی که من تونستم بگم که این سلول تابع هست از تابع دیگر یعنی اینکه من هر چقدر تابع بخوام میتونم این تو بنویسم و انواع اقساب تابه ها رو داشته باشم. خب امیدوارم که این بیس اولیش کامل بود و حالا با هم بریم یه مقدار با فرمول ها بازی کنیم و یه سری فرمول ها رو ببینیم که ببینیم اکسل چجوری فرمول ها رو میفهمه.
خب وقتی که میگیم از تابه داریم صحبت میکنیم، تابه ورودی داره و خروجی. ورودی ها یعنی بیشتر از یک نوع ورودی میتونه داشته باشه، وارد یک سری عملگرها میشن، یک سری کارها روشون انجام میشه، مثلا اینجا جمع میشه، اینجا رادیکال میشه، اینجا به توان دو میشه، و پس از انجام این عملیات یک خروجی به ما میدن که اون یک خروجی تابع من هستش که عدده که میخوام هستش. خب به طور مثال من میام اینجا میگم مساوی با یک تابع مجموع این عدد و این عدد ویرگول و این عدد. بعضی جاها توی اکسل نقطه ویرگول متوجه میشن که میتونیم اون از تنظیماتش تغییر بدیم، توی فایل آپشن و ادوانس میتونیم اونو تغییر بدیم. خب حالا با ویرگول که من جدا کردم، گفتم که این سلول تابعی است از مجموع سام سلول دوم و سلول سوم و سلول چهارم و اینتر میکنم و خب این کار رو انجام میده، جمع میکنه و این جمع رو اینجا قرار میده. من اینا رو پاک کنم. خب حالا این وقتی که ورودی ها رو من بهش میدم، هر تابع ورودی های مشخص به خودش رو داره. به طور مثال تابع سام طوری هستش که چون یک سری سلول میگیره و یه سلول تنها زیاد معنی شاید نداشته باشه واسش و همون عدد رو میذارم، مثلا من اینجا 5 هم میذارم همون 5 میذارم، زیاد معنی نداره که من بخوام اینجا بگم که این سلول من برابر با مجموع فقط یه دونه سلول. خب یه رنج رو باید واسش تعریف کنم. واسه اون رنج تعریف کردم ما دیدیم دو نقطه رو استفاده کردیم، از 32 به طور مثال تا 34. خب و این رنج رو بهش فهمم. حالا من خیلی جاها حالا واسه سام رو میشناسم و میدونم که آقا این سام یه چنین ورودی هایی لازم داره، واسه اینکه من قشنگ متوجه شم، مثلا یه فرمول جدیدی رو دارم استفاده میکنم، متوجه بشم که چه ورودی هایی رو باید داشته باشه. به ورودی های تابع آرگومنت میگن. خب چه آرگومنت هایی رو داشته باشه، حالا من همینجا از لفظ فارسی ورودی استفاده میکنم، میتونم بیام اینجا. خب توی اینجا که فرمول نوشتم، روی فرمولم قرار بگیرم، مخصوصا وقتی که چند تا فرمول داشته باشم. خب حالا اینجا یه دونه دارم، شاید زیاد کاربرد اونطوریشو نبینیم، ولی وقتی که چند تا فرمول داشته باشم جلوتر میبینیم. fx رو بزنم اینجا، اینجا میبینین fx رو، این fx رو بزنم، fx رو بزنم. وقتی که fx رو بزنم یه باکسی واسه من توی اکسل باز میشه که میگه function arguments. خب یعنی ورودی های تابع رو داره اینجا به من میگه که چه ورودی هایی داشته باشم. خب برفرض انا من هیچ ورودی ندارم و حالا میخوام ورودی رو وارد کنم. وقتی که من تابع رو نمیشناسم، اینجا میاد اسم تابع رو میذاره، میگه سام هستش. اینجا هم آرگومنت ها یا ورودی ها رو واسه من تعریف میکنه، میگه چه ورودی هایی رو به این تابع باید بدم، هر چند تا ورودی که لازم داشته باشه، بعد به اون اندازه‌ای که اکسل واسه من تعریف کرده ورودی ها رو وارد کنم. بعدا حالا جلوتر میاد. خب اینجا یه توضیحی از تابع به من داره میده، میگه add میگه add all the numbers in the in a range of cells. خب میگه جمع میکنه تمام اعداد را در یک محدوده از سلول. خب پس اینجا یه توضیح به من میده. اگر من این توضیح رو مثلا زبانم خوب نیست و متوجه نشدم، میتونم برم از گوگل ترنسلیتور استفاده کنم، درسته؟ میام یه پیجی رو باز میکنم، مینویسم، میرم تو گوگل ترنسلیتور اینو تایپ میکنم و معنیش رو خب متوجه میشم. بعد زیر اون میاد آرگومنت های اون رو توضیح میده، به ازای هر آرگومنتی که روش باشم. اینجا خب یه دونه آرگومنت، یک نوع آرگومنت میگیره و خب اینجا همون توضیح رو داره. اومده اینجا میگه نامبر یک یعنی چی؟ یعنی نامبر یک، نامبر دو و غیره، آر یک تا 255 تا نامبر تو سام. خب به این معنی که میگه من از یک تا غیره از یک تا 255 شا عدد رو میتونم جداگونه اینجا بذارم و جمع کنم. خب این به اون معنی نیستش که من فقط یک دو و سه تا 255 شا مثلا میتونم، به این معنی که من تا حتی 255 شا رنج میتونم واسش تعریف کنم. این چون ورودیه. logical values and text are ignored and in a cell included if typed as argument. اینم اومده توضیح داده که میگه
اعداد منطقی مثل 0 و 1 و اینا و ترو فالز و تکست ها یعنی مت ها ایگنور میشن تو این سلول ها، و چون عملگر جب مثل این که من بگم 1 رو به اضافه گلابی کن، خب نمیشه دیگه. خب اگر اینا رو من توی این آرگومنت ها بنویسم ایگنور کنم. خب من اینجا میتونم به ازای یه دونه نامبرم یه رنج تعریف کنم، خب بگم از B2 تا B4. به ازای نامبر دو من بیام اینجا یه رنج دیگه تعریف کنم، به جای نامبر سه من بیام یه رنج حالا بزرگتر تعریف کنم. خب هر رنجی که بخوام میتونم تعریف بکنم و تا 255 تا رنج مختلف رو بسرش قرار بدم. خب حتی اینجا میتونم یه تابع دیگه ای بنویسم، آرگومنت دیگه. خب ورودیش میتونه یه تابع دیگه از مثلا چی باشه، به طور مثال این ضرب داره مثلا 2 باشه. خب اینم یه تابع دیگه است دیگه. من حتی میتونم یه تابع دیگه ای رو تو این آرگومنت من خودم بنویسم، به شرط اینکه اون عدد به من بده خروجیشو. اگه عدد نده اشتباه، ایگنور میشه. خب وقتی که اوکی میکنم این عدد رو حساب میکنه، و اگر B2 هم و ضرب داره و 2 بذارم، اینو در حقیقت ضرب داره 2 میکنه و به اینها جمع میکنه، یعنی 4 رو میذاره. من اگه دوباره برم تو FX هم ناکن اینجا جواب اون رو واسه من نوشته که 4 هستش، 2 ضرب داره 2 شده 4. خب اینجا هم جوابش رو نوشته، میگه از B9 تا B11 9 16 و 15 هستش که داره جمع میکنه، و همینطور اینجا. و تو این قسمت جواب تابم رو نوشته که شده 174، و اینجا هم همینطور فرمولا ریزالت 174. خب پس این دوتا جا جواب تابع من رو نوشته. پس تابع خیلی قدرت میتونن داشته باشن وقتی که این دیدگاه رو داشته باشین، به خصوص که میتونم تو آرگومنت های اون خب یک تابع دیگری رو بنویسم که میشه تابع درون تابع، و استفاده از توابع در درون هم. خب در این جور مواقع دیگه میتونم از خیلی قابلیت های اکسل و خلاقیت های زیادی رو استفاده بکنم که خیلی کارا رو تو اکسل انجام بدم. خب پس فقط باید یادمون باشه که یک تابع خروجی هست از سلول ها و یا نواحی و یا توابع دیگر. خب فکر میکنم حالا واسه دفعه اول و مقدمه بر فرمول ها فعلا تا این حد کافی باشه. در جلسه بعد ما میایم چیکار میکنیم؟ از این فرمول ها استفاده میکنیم، از فرمول هایی که تو اکسل هست. این جدول رو، چون من این جدول رو به صورت رندوم و تصادفی تولید کردم، دیتا های این جدول رو هم ما خودمون با هم دیگه با فرمول ها ایجاد میکنیم. یعنی من میام یک سری اسم دارم که قبلا دیدید چجوری اسم رو داشتم، یک سری نام خانوادگی دارم، یک سری نوع همکاری دارم، خب یه سری واحد دارم، و همینطور یه تعداد رتبه. من میام و شماره پرسنلی ها رو، خب من میام اینها رو اول میگم خب به صورت یونیک چیا هستن، میام میگم چه جور اسم های اینجا وجود داره یونیک میکنم، بعد میام میگم چند تا نام خانوادگی دارم یه جا دیگه میذارم، بعد میام میگم چند تا نوع همکاری دارم یه جا دیگه میذارم، و همینطور غیر. خب بعد از این اطلاعاتی که اینجا دارم استفاده میکنم و توابعی رو توی هر کدوم از این سلول ها مینویسم، حالا شاید سلول های دیگه بنویسم و خروجیشو اینجا قرار بدم. حالا با هم میبینیم دیگه که سعی میکنیم خلاقیت به خرج بدیم و رویه ای رو ایجاد میکنم که از این دیتا هایی که موجود هستش این داده ها رو تو این جدول ایجاد بکنم. خب بعد که اینا رو ایجاد کردم، یه مقدار در مورد این که من چجوری این داده ها رو حالا تو این تیبل هم ایجاد کردم و در مورد این تیبل صحبت خواهیم کردش، و به عنوان یه تمرین خودتون اون وقت توانایی ایجاد داده های تصادفی رو تو این تیبل خواهید داشتش. خب امیدوارم استفاده کامل رو کرده باشین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.